چقدر بزرگ است که بشه قبول. چقدر این کار انجام شده؟ بسیار کم انجام شده طول سالها متاسفانه. چرا زیاد انجام نشده آقای بسیار؟ سرمایه گذاری در سکتور آب متاسفانه هیچ صورت نگرفته در افغانستان، اگر گرفته هم بسیار کم بوده، بسیار ناچیز بوده. به خاطر یکی از برنامه های بزرگی را که ما برای کنفرانس کابل پیش کردیم در سکتور انکشاف منابع آبی و آبیاری در افغانستان است که از دو کلستر یا دو حلقه بین الوزارتی پیش شده. یکی از حلقه زیربناها که او بندهای کلان است در سراسر کشور، چندین دانه از او اولویت بخشی شده و پیش شده، و یکی بندهای کوچک و متوسط است و جلوگیری از ضایعات آب است و آب تنظیم آب داخل مزرعه بر از او میگن. این مربوط به وزارت زراعت میشه و از حلقه انکشاف زراعت و دهات پیش شده. چالش دیگه که پیش روی ما هست چالش تحقیقات است. اساس زراعت تحقیقات زراعتی است. ببخشید سخن تان همینجا میگذاریم. سوال مهمی که باقی ماند آقای وزیر رقم فیصدی بود که شما اشاره کردید. آنچه مورد بحث است میخواستم بپرسم این است که 25% زمینایی که در افغانستان وجود داره و فعلا آب دارن و 75% را که شما اشاره کردین که از اون زمین ها استفاده درست صورت نمیگیره تا حال، زمانی که شما جدیداً به صفت وزیر تقرر حاصل نمودین این فیصدی با کدام رقم بوده و فعلا که چندین سال شما در وزارت زراعت و مالداری میگذره، آیا از این فیصدی کاسته شده و یا افزوده شده؟ و اگر کاسته شده مقدار فیصدی چقدر است و اگر اضافه شده فیصدی شده؟ این فیصدی که من خدمت شما میگم میگه به یک سال نزیاد میشه نه کم. ولی شما چند سال میشه کم آدیم؟ مجموعا دو سال و نظام دو سال هم پورا تقریبا نشده و یک وسیع زمان ضرورت داره تا فیصدی مثلا از 25% به 30% بریم یا به 35% بریم. اگر ما به 50% بریم گیرم ممکن است که 10 سال بگیریم. این از 25% اگر ما به 50% بریم و اگر 10 سال زحمت کشی را به دوش بکشیم ما خوشان باید باشیم، چرا بسیار کار بزرگی است. و به این مفهوم است که افغانستان نه تنها خودکفا در زراعت خواهد شد بلکه یک کشور صادر کننده مواد غذایی خواهد شد. یعنی یک بحثی بسیار کلانی است که از 25% به 50% وقتی که میریم ما حدود زیاد و کم 2 میلیون هکتار زمین جدید با زیر آب بیاریم و این یک کار است که با صدها میلیون دلار سرمایه گذاری و سالهای سال وقت و منابع و ظرفیت بشری بسیار وسیع انجینری و زراعتی را میخواهند و افغانستان به اون مرحله برسند. کار یک سال نیست، شاید در 3 سال 4 سال تنها پلان گذاری سی تطبیق شود. یک بند کلان اگر شما بخواید بسازید مثلا سر دریای امو، اگر یک بند کلان آب شما بسازید حداقل 3 سال امکان سنجی تکنیکی کار بدین انجام بدین. ولی فیصدی که تغییرات مثبت انسان میتونه از او استخراج بکنه 1-2% بوده یا خیر به صورت تقریبی میشه چند فیصد بگین؟ اگر شما فرضاً بگین که ما 1000 هکتار زمین زیر آب آوردیم و فیصدی هم نمیاد، یعنی به فیصدی هم نمیاد، شما میتونیم بگیم که ما در 3 سال آینده ممکن در یکی از بحثایی که ما در برنامه های خود داریم ممکن است که از طریق بندهای کوچک و متوسط ما بتانیم در مجموع وزارت زراعت و آب انرژی حدود 100,000 هکتار زمین جدید زیر آب بیاد. اون بار هم اگر به تناسب فیصدی مجموع این هکتار زمین بگیریم بازم فیصدی بسیار کم است از نگاه فیصدی، اما در مجموع فیصدیش برای ما مهم است، اما زمان زیادتری را میگیره. مهم است که ما از یک واحد زمین خود چطور بتانیم که حاصل بهتر بگیریم و از یک واحد حیوان چطور حاصل بهتر بگیریم. این بحث بسیار جالبتر است و از رو درستر است که میتونیم که به نتیجه برسیم. بسیار خوب. دقیقا آقای وزیر، یکی از فاکتورهای دیگه ای که میتونه علت پسمانی در کارها شوه عدم هماهنگی هاست در بعضی حالات و وزارت زراعت نیز با بعض ارگانهای دیگه دولتی باید یک هماهنگی خاصی داشته باشه. شخص شما چقدر تانستین که یه هماهنگی ها را به شکل درست از او تامین بکنین و یا ای که با هر ارگانی که با وزارت محترم زراعت ارتباط خاصی داره با اینا یک تفاهم داشته باشین تا کارا با وجه احسن و بدون کارشکنی صورت بگیره؟ دقیقا زراعت نمیتونه در تجرید کار و یا نتیجه را بدست بیاره به خاطر که انکشاف زراعت در مجموع تنها کار وزارت زراعت نمیتونه باشه.
به مو خاطر است که حلقه بزرگ انکشاف زراعت و دهات به وجود آمد 3 ماه یا 4 ماه قبل که در وزارت زراعت، وزارت انکشاف دهات، وزارت آب و انرژی، وزارت مبارزه با مواد مخدر یک جا با هم کار میکنند، یعنی چهار ارگان و واضح است که دیگه ارگان های دولت هم هست که دو باید هماهنگی بیشتر صورت بگیرد. تمام پوهنتون های افغانستان است که فاکولته های زراعتش باید با وزارت زراعت از یک هماهنگی خوب برخوردار باشند. اکادمی علوم افغانستان میتونه که در این راستا کار بیشتر بکنه. این جوهایی که در سکتور زراعت کار میکنن میتونن که فوق العاده در اکشاف زراعت نقش داشته باشند. سکتور خصوصی که در زراعت کار میکنن فوق العاده میتونن نقش داشته باشند. یعنی فوق العاده وسیع است در مجموع، اما که ارگان های دولتی طالب با هم نزدیک کار میکنن همین 4 وزارتخانه افغانستان که برای کنفرانس از کابل آمادگی گرفتن و ما در این راستا بسیار جدی کار میکنیم. امیدوار هستیم که هماهنگی فوق العاده در آینده بیشتر شود. به خاطر از این ما مثال شبتان میگم که حاصلات زراعتی را میتونه وزارت زراعت بالا ببره گیرون با توزیع تخمهای اصلاح شده، با مثلا بهتر ساختن نسل حیوانات، بهتر ساختن نسل درخت ها و اشجار در افغانستان. اما اگر ما با مارکت دسترسی نداشته باشیم، دهقان باز هم متضرر میشه در حالی که تولید بیشتر کرده و او ضرورت به این داره که مارکت انکشاف کنه. سرک هایی که از دهات کشور به برای بازارهای کلان افغانستان میاد خوبتر باشه که تا بتانن ارزان برسن. امیار مثلا شما اگر با بادویس برید، من دو هفته قبل در اونجا بودم، یک سیر گندم که به سیر کابل بگیمش حدود 45 افغانی قیمت داشت. اینا شما ببینید که اگر شما به کابل بیاید ممکن یک سیر به 70-80 افغانی باشه. این مربوط به ایست که چطور بتانن اون مردم به مارکت دسترسی پیدا بکنن. ما بیش از اینکه رای فاریاب با مزار شریف بهبود پیدا بکنم، ما در فاریاب بودم یک کیلو انگور به 8 افغانی بود، اما در مزار شریف یک کیلو انگور به 30 افغانی بود. دقیقا به خاطر اینکه اونا سرکشان به اندازه خراب بود که 7 ساعت میگرفت تا مزار شریف میامدن. حالا به مناطق خوبتر شده. همین قسم شما اگر در دایکنی چیزی را تولید میکنین و تا که به کابل میرسد تقریبا 2 روز در بر میگیره و اون راه قیریزی میشه و کابل بسیار به سرعت میتونن که یا با بامیان میتونن که کچالو رو بسیار به سرعت به کابل بیارن و از با پاکستان و جای دیگه ببرن. یعنی این انکشاف زراعت مربوط شد به سرک و مربوط شد به مارکت. همین قسم اگر ما از سیش افزایی و باز هم کلن میشه مربوط به هماهنگی شود.